سلام، من مریم عرفان هستم. به تماشا خوش اومدین. برنامه این هفته ما اختصاص داره به یکی از شخصیت‌های تاثیرگذار عرصه هنرهای تجسمی ایران، یعنی فریدون آو. حسین ایالتی برای برنامه تماشا در پاریس به دیدن آقای آو رفته و با او درباره 50 سال فعالیت هنری گفتگو کرده. آفیشیه که واسه کالیگولای آربی طرح دادم. این اون بودی که واسه زندرودی طرح دادم واسه نمایشگاه پاریسش. اینا طراحی تئاترمه. اردشیر ماست. آها، نمایشگاهی که واسه کانون فرهنگی انجمن هنر آمریکا گذاشته. منم پرونده کاری فریدون آو از ابتدای دهه 50 زمینه‌های گسترده‌ای از هنر امروز ایران رو در خودش داره. فعالیت‌های آو چه در نقش طراح و هنرمند و چه به عنوان مدیر هنری و مجموعه دار، او رو به شخصیتی تاثیرگذار در هنر امروز ایران تبدیل کرده. این یک کتاب عکسام بود. ولی هیچ وقت پخش نکردم. سایت عامله نمایشگاه وین. این از کوکبا بود. مجله تندیس یه عکس واسه جلد میخواد. گفتم فقط عکسی که من خودم بندازم رو جلد میخواد. اینو بهشون داده بودم. این عکس بابامه که تو خونه یزد پیدا کردیم. از فامیل زرتشتی میام، بنابراین اقلیت بودم همیشه. ما ریشن یزدی هستیم. مادرم دندونساز بود، پدرم که نمیشناختم برای اینکه یه ساله بودم که ایشون فوت کرد. فکر کنم تاجر بود بین بمبی و یزد و انگلیس. ما هممون خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ زندگی میکردم. 8 سال پدر بزرگم مرد، من رو همه فرستادن انگلیس. شبان روزی تا سن 18 ساله. بعد از پایان مدرسه شبان روزی در انگلستان، مقصد بعدی فریدون آو برای ادامه تحصیل امریکا بود. انتخابی بسیار متفاوت از اکثر هنرمندهای نوگرای ایران که در پی مدرنیسم اروپایی بیشتر جذب مدرسه‌های هنر فرانسه و ایتالیا می‌شدند. رفتم دانشگاه آریزونا، یه رشته اختراع کردن به اسم Applied Arts of the Theater. یعنی تمام هنرهایی که هنر تجسمی که وابسته میشه به تئاتر، یعنی از طراحی پوستر بگیر به طراحی لباس، به طراحی نورپردازی، به طراحی دکور. خلاصه فارغ التحصیل شدم تو اون، اپلای کردم به نیویورک یونیورسیتی که فیلم بخونم. خود نیویورک بودن بزرگترین مدرسه بود و بزرگترین تجربه بود واسم، برای اینکه اونجا با همون کسایی که اون موقع مطرح بودن تو اندرگراند فیلم، اصلا معلم یک از کلاس‌های فیلمسازیمون مارتین سکورسیزی بود. با اندی وارهول آشنا شدم، با فکتری، با مکسیس کانزاس سیتی، با تمام اون 1969 در نیویورک. بعد از یک سال فیلم خوندن برگشتم ایران 1970. آو در بازگشت با ایرانی مواجه شد که درگیر پروژه‌های بلند پروازانه مدرن سازی و گشودن رابطه با جهان غرب بود.
در این زمان با گروهی از هنرمندها آشنا شد که به تازگی به ایران برگشته بودند و تلاش می‌کردند زیرساخت‌های مدرنیسم در هنر رو از طریق نهادهای هنری نوپا و تحت حمایت دولت به وجود بیارند. یکی از این نهادها کارگاه نمایش بود. آشنا شدم با کارگاه نمایش و فعالیت‌های جشن هنر شیراز که اون موقع تازه تئاتر شهر داشت درست می‌شد و اصلا کارگاه نمایش درست شده بود که یه کارگاه باشه واسه اون تئاتر ملی که بعداً می‌خواستیم به وجود بیاریم. طراح کارگاه نمایش شدم و بعداً طراح تئاتر شهر. یه مرکز انرژی فوق‌العاده بود. تمام این کسایی که برگشته بودن هم خواستن کار بکنن. اولین کاری هم که تو تئاتر شهر گذاشتیم باغ آلبالو شخوف بود. آربی ونیسی هم کارگردانیشو میکرد. منم طراح لباس. ایده آربی این بود که در اصل یه دوره‌ایه که فصلی میگذره که آخرش زمستونه و من سعی کردم لباسا رو همینطور به تدریج از بهار شروع بکنیم بریم به طرف زمستون. خود پوسترم 4 تا تکرار یه نقاشی از مونه بود، منه بود، یه نظم امپرسیونیستا. آو همزمان با طراحی صحنه و پوستر، نقش تازه مدیریت یا کارگردانی هنری رو در کانون فرهنگی انجمن ایران آمریکا و گالری زند به عهده گرفت. با خیلی هنرمنده آشنا شدم برای اینکه نمایشگاه گذاشتم واسهشون، اول تو انجمن آمریکا بعد تو گالری زند. خودم هم همون موقع شروع میکردم نقاشی کردن و اولین نمایشگاهمو تو گالری گلی مختدر گذاشتم. لیتو گالری بود اون موقع که دومینش اون وقت تو انجمن ایران آمریکا گذاشتم. اولینش لایت دروینگ بود، طراحی نور. دومیش هم هفتن شاسپندان بود که هفت تا فرشته فکر کنم به فارسی اسمش رو گذاشتیم. خیلی فکرت ساده بود. یه نفر رو میخوابونم رو دو تیکه کاغذ، دورشون خط میکشیدم که در از تو فضای درونشون کار میکردم، تو فضای بیرونشون هم کار میکردم. کارهای اولیه آف به طور مشخص تحت تأثیر مهمترین معلمش، هنرمند مشهور امریکایی سای تملی بود. تملی نقاشی بود که از دل یکی از مهمترین جنبش‌های تاریخ هنر امریکا، یعنی اکسپرسیونیسم انتزاعی بیرون می‌آمد. بیشتر کارهای او از خط، نوشته و لکه‌های رنگی ساخته شدند که تصادف در شکل‌گیری آنها نقش مهمی دارد و حتی گاهی نقاشی‌های کودکانه را به یاد می‌آورند. آو مجذوب این برخورد آزادانه تملی با اثر هنری شد. یه رابطه 40 ساله بود، دائمی بود، با هم سفرهای طولانی می‌رفتیم. یه تابستون کامل که 3 ماه بود اومد خونه من یونان. هنرمندا میدونن یه دوره‌هایی میاد که آدم کار نمیتونه بکنه، یعنی یه جرقه‌ای لازم داره که به کار بندازتش. هر دفعه این اتفاق میافتاد تلفن میکرد به من، میگفت بیا اینجا کار کن که شاید اون انرژی را بیفته و منم کار کنم. هیچ لزومی نداره اون کسی که شما قبول دارید به شما درس رسمی بده، لازمه که دور و برش باشید که دیدنش، رابطه هاش، حرف زدنش، سبک زندگیش نشون بده، میده میره تو اون وجودش. واقعا اینجا نیست، اینجا هست. جدای از سایت تملی، آف همیشه با هنرمندهای دیگه همکاری کرده، به خصوص در زمان رکود هنرهای تجسمی در سالهای نخستین انقلاب که او فعالانه تلاش میکرد تا به معدود گروه‌های هنری موجود بپیونده. یه سری هنرمندا، من جمله پروانه اعتمادی، شاروخ قیاسی، آیدین آقداشلو، شهلا حسینی، با اونا آشنا شدم. دیدم در اصل یه سری کارگاه‌ها به وجود اومدن دور هنرمندا. و واقعا هم هیچ جا نیست واسه نمایشگاه. یه سری کار شروع کردم با پروانه اعتمادی که خودم ازشون خیلی راضیم. یه سری کار چاپی کرد اون موقع پروانه اعتمادی که باطله هاشو داد به من که من یه سری کلاژ کار کردم که بعد اون رو اون کلاژا کار میکرد.
شاید تاثیرگذارترین دستاورد فریدون آو برای هنر امروز ایران نه در کارگاه‌های هنری که پشت این کرکره‌ها شکل گرفته. آو در اوایل دهه 70 خورشیدی، زمانی که تعداد گالری‌های تهران به سختی به رقم انگشت‌های یک دست می‌رسید، محیطی متفاوت برای نمایش و آفرینش هنری به وجود آورد. فضایی نسبتاً آزاد برای هنر تجربی، مفهومی و اجرا که به شماره 13 خیابون ونک معروف شد. 13 خیابون ونک یه ویترین داشت تو خیابون. شروع کردیم فقط یه کار رو گذاشتن، در رو اصلا ونک کردن، چراغ رو این کار و اسم هنرمند پایینش. که اصلا گالری نبود، یه ویترین بود در اصل. اینطوری 13 شروع شد که بعداً در رو وا کردیم و به هر حال یه طول عمری داشت که تموم شد دیگه. مرد. ولی یه مشت بچه زایید. برای اینکه الان خیلی فضاهای تجربه‌ای تو تهران هست، یعنی یه انحکاس داشت که اون مهم بود، نه اینی که واقعا هنوز اونجا باشه و این حرف. من حس کردم که اصولا اون هنرمندایی که داشتم تو 13 نشون میدادم تو حدی که آدم میشد تو ایرونه که رو خودش بسته بود نشون بدم تموم شده بود. موقعی بود که یه پنجره واز بشه. تنها جایی هم که همه میتونستن ویزا بگیرن، راحت برن، راحت بیان، امارات بود. بنابراین من تصمیم گرفتم اولین گالری به اسم خودم اونجا وا کنم که گالری آو XVB. همین موضوع هم با آقای داریوش زندی و شقایق عربی آشنا شدم که یک فضایی داشتن به اسم کورتیارد و یک گالری به اسم توتال آرتس. اما فعالیت آو در این زمان تنها به مدیریت هنری محدود نبود و یکی از نخستین و مهمترین مجموعه های پس از انقلابش، یعنی پروژه های تحقیقاتی شاهنامه را آغاز کرد. بعد از انقلاب یه جوری من خودم این باعث دوباره وابسته بکنم به ایران. شروع کردم تحقیقات، یعنی عقب رفتن به اسطوره سازی ایرانی. من متوجه شدم با تو تحقیق تو شاهنامه که در اصل در اسطوره سازی غرب پسر پدر رو میکشه که جانشینش بشه. در اسطوره سازی شاهنامه اینه که پدر پسر رو میکشه. بنابراین یه جور انتحار توشه. برای اینکه نسلی ادامه نسل خودش رو از بین میبره. بعد از رستم دیگه تنها پسرش بود دیگه. کس دیگه نبود. یه جا این جنبه تیشه به ریش خود زدن در فکر کنم در روانشناسی که دورور خودم حس کردم در ایرانیا خیلی قویه. آو از اواخر دهه 70 خورشیدی چندین مجموعه رو با الهام از شخصیت رستم کار کرده که در اونها رسانه‌های مختلف با هم ترکیب شدن. اولین مجموعه این پروژه با عکاسی شروع شد. عکس‌هایی که خود آو از تمرین‌های کشتیگیر مشهور ایرانی عباس جدیدی گرفته بود. در بیشتر این عکس‌ها تصویری محو از درگیری دو کشتیگیر رو می‌بینیم که رنگ‌ها در اون در هم مخلوط شدن. تو کشتی اصلاً معلوم نیست که این دو نفر دارن دعوا می‌کنن یا دارن عشق می‌پرویزن. واقعاً این یه مخلوطی است و فکر کنم اینم باز واسه من مهم بود تو شخصیت ایرانی بودن که این موضوع خاکی میشه. ترکیب این عکس‌ها و نقاشی‌های آو رستم و سهراب دو رو شکل داد. اینجا ضرب قلم‌های رنگ قرمز بخشی از تصویر رو پوشوندن و عکس بریده شده از مجله ورزشی از همون کشتیگیر روی پس زمینه کارکلاش شده. یکی از شناخته شده ترین مجموعه های این پروژه رستم در آخر تابستانه. توی این کارها لکه های رنگی جای خودشونو به تصویرهای بریده شده از گلها و میوه‌ها دادن. ترکیب بدن ورزیده و عریان مرد در میان تصویرهایی که به طور سنتی زنانه تلقی میشن، زیباشناسی ویژه آو در پرداختن به مسئله جنسیت رو نشون میده. زیباشناسی که از پاره های از فرهنگ تصویری ایران شکل گرفته. رستم در آخر تابستان همش کلاژ بود. خود تصویر رستم هم از توی مجله ورزش در آوردم، برای اینکه واقعا یه موقعی هم بود آدم نمیدونست میتونه بدن تا چه لختی بکشه، چقدر نکشه.
بنابراین موقعی که شما همون تصویری که تو مجلات در میاری میچسبونی، خب میدونی اون چاپ شده، بنابراین it's okay. کلاژ فوریه. من آدم عجولی هستم، درسته آدم میتونه اون رنگو به وجود بیاره، اون تصویر رو به وجود بیاره، همه این کار رو از اول بکنه، ولی چرا؟ میدونی موقعی که حیو حاضر اونجا هست و دقیقا همونو میخوای، خب میبری میچسبونی دیگه. اونقدر واقعا مجله و تصویرهایی که چاپ میشن پیچیده و عمیق‌تر شده بودن، همیشه مجله رو میکردم یه چیز اون تو بود که فکر میکردم اینو من میتونم استفاده کنم. اینا این یه دن از کوکب هاست. مادر من فوت کرد و نتیجه اون اینه که من خیلی چیزها رو فهمیدم. یکی فهمیدم که واقعا یک عشقی یه نورافکنی میندازه رو آدم که فقط متوجهش میشی موقعی که اون نورافکن خاموش میشه. و واسه ایشون، من پاریس بودم سر سالشون، یه دسته گل کوکب خریدم که گذاشتم تو گلدون و عکس ایشون و شمایان، کاری که آدم خودش میکنه واسه دلگرمی خودش. و اصلا تمام اون سری کوکب از اون اومد. همون سیلک سکرین های کوکب لعل بودن که من شروع کردم روی اینا کار کردن. ولی این زیری رو استفاده کردیم، با این راضی بودم، اینو شماره بندی کردیم و کپی کردیم. این سری چیزه، انجیراست که یونان اجرا شدم. موقعی که برگشتم ایران شروع کردم پارچه جمع کردن. این یه دونه از جاهاییست که مجموعه پارچه همونی گرم دارم. البته این یه قسمت کوچیکیست از مجموعه هم، اینکه قالی و گلیم و این حرفا بیشتر تو ایرانن. اینجا چیزی که بامزه است این قلمکاره که مام میهن روشه. یه جور پروپاگندای پهلویه موقعی که رضا شاه شد. از دل همین پارچه های آو مجموعه لحاف ها شکل گرفته. او این بار به جای تصویرهای مجله ها از پارچه های مختلف کلاژ ساخته. پارچه، لباس، عکس و لکه های رنگی بوم های بسیار بزرگ آو رو شکل داده. این
توی این مجموعه میشه تاثیر جنبش هنر پاپ امریکا و به خصوص اثری مشهور به نام تخت خواب از رابرت راوشنبرگ رو دید. اما ارجاهای متعدد آو به عناصر ایرانی مثل کرسی، لحاف چلتکه، فرش، ترمه و مینیاتور روایت آو رو کاملا متفاوت میکنه. ما یه تاریخ خیلی قوی، سنت‌های خیلی قوی که میتونه آدمو خورد بکنه داریم، ولی در اصل من کاری که سعی میکنم اون چارچوب سنت‌های فرهنگیمون رو بردارم و سعی کنم یا ترجمهشون بکنم به یه زبون امروزه یا زبون خصوصی خودم، به یه کودی که خودم میفهمم چی به چیه. یه مینیاتور فوق‌العاده ظریفی بود، ظریف و لطیف، به اسم شاهباز و ساقی، که در اصل یک مرد جوون داره شراب می‌ریزه برای شاهباز. با تمام چیزایی که تو تاریخ راجب شاهباز که نمیدونم پسراشو کشت و همه رو کور می‌کرد، این یه تصویر خیلی لطیفی بود واسه هم که فکر کردم که واقعا همه ایرونی ها یه جور دو شخصیتی هست. فریدون آو همزمان یکی از مهمترین مجموعه دارهای هنر نوگرای ایران هم بوده. در تمام این سالها به ویژه بعد از انقلاب و در غیاب حمایت‌های دولتی، آو یکی از مهمترین حامی‌های هنرمندهای جوان و همینطور تثبیت شده بود و امکان ادامه فعالیت هنری رو برای بسیاری از این هنرمندها میسر کرد. مجموعه داری من قبل از انقلاب بیشتر چون تازه برگشته بودم ایران و خونم خالی بود و این حرفا، بیشتر واسه لذت چشم خودم بود، ولی بعد از انقلاب این تبدیل شد به یه جور تشویق، یه جور خودم رو جای هنرمند گذاشتن و ببینم اونا چی میخوان. اصلا فضای تجربه ایام که وا کردم همون بود موضوعشون. مجموعه بزرگ آو تکه های پراکنده از سرگذشت هنر نوگرای ایران رو در خودش داره. در شرایطی که نهادهای هنری کمتر برای نگهداری و ثبت این کارها تلاش میکنن، اهمیت چنین مجموعه حتی بیشتر میشه. یه کلکسیون خیلی مفصلی دارم برای اینکه 50 سالی دارم کار جمع میکنم. اولین کاری که خریدم نمایشگاه زنده‌رودی رو داشتم میذاشتم، مال اون بود. دومین کار مال ارتش مؤسس بود. مجموعه داری هیچ کار آسونی نیست. آدم فکر میکنه فقط پول داشتن و خریدن کار، و اصلا این نیست. تمیز نگه داشتن و کتالوگ کردن اینا، سند واسه تمام اینا درست کردن که واقعا یه روزایی که کسای دیگه بخوان دسترسی داشته باشن به این کارا راحت بتونه در دسترسشون باشه. انبار که پافشاری میکنم در ایران، موقعی که یک هنرمند جوان کارای هر چقدر تازه‌شو بذاره نمیدونم یه میلیون دو میلیون، خب این کی میتونه این کارا رو بخره؟ داره بازار اون کسایی که میتونن کارای هنری رو با اون قیمتا بخرن داره کمتر و کمتر و کمتر میشه، که در عرض 0.001% ایرونی ها میتونن اون کارا رو بخرن. قیمت کار واسه هم خیلی مهمه که هنرمند یه کوچولو باید متوجه موقعیت اقتصادی تو اون مملکتی که داره نمایشگاه میذاره باشه. یه اشتباه بزرگی هم که هنرمندای جوان میکنن این که فکر میکنن اگه قیمت بالاتر باشه کارشون بیشتر ارزش داره. اصلا موضوعی نیست. کار هیچ ربطی نداره به قیمت.
شاید هم داره. دامنه گسترده فعالیت‌های آو او رو به شخصیتی ویژه در هنر ایران تبدیل کرد. طراحی صحنه، لباس و پوستر، هنرمند نقاش، عکاس و مجسمه‌ساز، مدیر هنری، گالری دار و مجموعه دار. اگرچه سلیقه هنری فریدون آو بیشتر در امریکای دهه 60 شکل گرفت و از جریان‌های هنر نوگرای ایران مثل سقاخانه فاصله داشت، اما پیوند خودش رو با فرهنگ دیداری و هویت ایرانی حفظ کرد. قبل از انقلاب تو هنر کار می‌کردم، تو این 40 سال بازم تو هنر کار می‌کردم، همش هم در ایران. بنابراین یک چه بخوام چه نخوام یه پلی هستم بین این فضاهای مختلف و این خلأهایی که به وجود اومد، یه پلی میخواد که اینا رو به هم وصل بده. خیلی از این پلا نموندن.